رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشین. سلام، بفرمایید. امیدوارم که خوب باشین. من از آمریکا تماس میگیرم و یه حدود تقریبا الان 8 ماهه که آمریکا هستم همراه همسرم و اصلا به خاطر ایشون هستش که ما مهاجرت کردیم به آمریکا از اروپا و مشکل از من نه صبر کنید عزیزم. شما هر دو چند سالتونه؟ 37. هر دو 37 سالتونه، ایشون 40 سالشونه. خب به من بفرمایید چه مدتی در اروپا بودید؟ من 10 سال در اروپا بودم و ایشون در اروپا به دنیا اومدن و در کالیفرنیا بزرگ شدن و به خاطر تحصیل برگشتن به اروپا و اونجا رشته پزشکی خوندن و تو اون دوره که ایشون اومدن اروپا ما با هم آشنا شدیم. و آیا در اونجا و در اونجا ایشون کار میکردند یا نه؟ بله، ایشون در اونجا به عنوان پزشک کار میکردن ولی به خاطر مشکلاتی که در زمان ترامپ بود من نمیتونستم گرین کارت بگیرم و وقتی که این اوضاع پالیتیک و اینا بهتر شدن ما ویزای من اومدن و ما سپتامبر اومدیم به آمریکا. چند سال ازدواج کردید؟ 2017، 4 سال. فرزند چی دارید؟ نه، نداریم. آیا برنامه برای داشتن؟ نه، بهش فکر میکنم اصلا فعلا. هر دو به من بفرمایید فرزند چندم هستید؟ من فرزند آخر هستم از یه خانواده 5 نفری، یعنی 5 بچه. ایشون فرزند اول هستن و فقط یه خواهر دارن. خب حالا اینجا که آمدید ایشون از نظر کار در چه وضعیتی قرار دارن؟ متاسفانه از نظر کار اوائلش که در کالیفرنیا بودیم چون ایشون پزشکی خوندن در اروپا برای گرفتن رزیدنسی خیلی دچار مشکل هستن و الان ما 2 ماهه که اومدیم به نیویورک چون که اینجا میتونن به تجربه مدیکال مثلا توی روتیشن ها برن نگاه کنن، شاید یه اینترویوی بگیرن، چون خیلی سخته این که بخوان به عنوان یه کسی که پزشکی رو در خارج از آمریکا خونده، یا باید اسکوراشون خیلی بالا می بود که نیستش، یا اینکه باید در آمریکا درس می خوندن. یعنی نه آخه ایشون باید امتحانای رو بگذرونن، اون رو گذروندن، امتحاناشون رو پس دادن، استپ 1 2 3، ولی خب حالا شاید خیلی بالا نبوده، یعنی مثلا اگه 250 باشه یه اسکور خیلی خوب، مثلا برای ایشون یه چیز حدود 214-15 اسکور مثلا. متوجه هستم. نه با داستان مچینگ رو هم باهاش آشنا. تخصص ایشون چی بوده در اروپا؟ ایشون در آلمان داشتن به اینترنال میخوندن، یعنی کار میکردن به عنوان پزشک توی یه آفیس. خب چرا کسی که در آلمان داره کار میکنه اونجا هم بوده و اونجا پزشکیش پذیرفته شده است و پزشکی پاشه بیاد امریکا که حالا اینجا گرفتاری امتحان و مچینگ و شاید هم ای بسا مدت طول بکشه یا نشه شده؟ چرا همچین؟ به خاطر اینکه ایشون خیلی مشکل داره با جامعه اروپایی و اینکه اکسپت نمیشه به عنوان یک خارجی، یعنی تمام مشکل ایشون و اونجا به دنیا اومدن توی اروپا و مثلا تا سن شاید 14 سالگی که اونجا بودن همیشه از این صحبت میکردن که اونا منو اکسپت نمیکنن. خب معلومه. خب آره اون مال بچگیست، در بزرگسالی شما یه جایگاهی دارید و ضمناً 30 سال از اون ایام گذشته و امروز دنیا یه جور دیگه به ماجرای تفاوت‌های نژادی ملی نگاه میکنه. بله آخه بهتر از این به هم ریختگی که اینجا شاید مشکل باشه یا نشه نیست برای ایشون؟ بله منم با شما کاملا موافقم ولی ایشون متوجه نمیشن چون ایشون آمریکا رو اصلا کلا، حالا به خصوص خطه کالیفرنیا و لس آنجلس که بزرگ شدن، همیشه فکر میکنن که همون یه چیز مال دوران جوانیه که همیشه فانه، خوش میگذره، خانواده است، دوستای خوبه. یعنی به این که الان هم مثلا که ما اینجا هستیم، در نیویورک هستیم، فقط به خاطر اینی که من یه آشنایی رو پیدا کردم که به ما گفتن که توی نیویورک شانسی هستش که ایشون مثلا حالا بتونه مچ بشه توی یه بیمارستانی به عنوان
خارجی یا کسی که بیرون از اینجا پزشکی خوندن، وگرنه توی کالیفرنیا که اصلا به هر کسی که رو انداختیم همه میگفتن نه ما نمیتونیم کمک کنیم یا باید خیلی اسکورات بالا میشد، ولی شانسی که ما داریم یا اینکه ایشون باید یه جایی مچ بشه یا اینکه باید برگردیم به اروپا. و بهشون هم که مثلا میگن برگردیم اروپا، میگن که او یعنی من دوباره باید برم تو اون جامعه با آدمای اونجا کار کنم به عنوان یه کله سیاه که اصلا منو به عنوان پزشک نمیشناسن، در صورتی که من اینجوری از دیدگاه خودم فکر نمیکنم. خب هر جای بدی و خوبی داره، یعنی یه چیزی هستی، ولی مهمترین خب حالا درسته که در اروپا شاید کمی تبعیض بیشتره در مقام مقایسه با امریکا، مثلا ایالت های شرقی و غربی امریکا، چون یه درصد بالایی در اینجا مهاجر هستن، ولی این خیلی متفاوته که آدم فکر کنه اون خیلی مهمه. اصلا فرض بفرمایید شما به عنوان یه پسر و دختر 20 ساله یا 80 ساله وارد یه مغازه بشید یا یه رستوران بشید، خب معلومه برخورد با تون متفاوته، فقط بخاطر اینکه اینجا 20 سالتون اونجا 80 سالتون در همه زمینا. ولی اینکه سبب این که انسان بهش بر بخوره و به هم بریزه، مگر اینکه ایشون سابقه کودکی دارن، آیا ظاهرشون طوری هست که خیلی غیر عادی باشه؟ چون برخی از اوقات خب آدم ها معلومه که متفاوتن، ولی برخی از اوقات اونقدرها نیست یا چیز خاصی دارشون نیست، اینکه فقط برداشت ذهنی ایرانیه. خب یه ظاهر خیلی یعنی نرماله یا انسان خیلی شرقی دارن. خب شرقی، بله شرقی، بله. اوکی، من مثلا خب من اونجا کار میکردم، به نظر کسایی که من فیدبک میگرفتم تو اروپا من شرقی نیستم، ولی ایشون خیلی شرقیه. خود متوجه هم، ولی خب با وجود اینکه رفتار بد و زشتی که نداشتن کودکی، داستانش اینه که بچه ها دنبال فرصت هستن از هر کسی به خاطر لاغریش، بلندیش، کوتاهیش، چاقیش، نمیدونم سفیدیش، سیاهیش، مسخره بازی در بیارن. یعنی به همجاست که ما در کودکی مخصوصا بین 6-7 سالگی تا 9 سالگی ما از طریق در حقیقت کوچک کردن و تحقیر کردن دیگرانی که احساس بزرگی میکنیم، و این یه دورانی است که میگذره. خب معلومه وقتی آدم اون تجربه رو داره ممکنه اون رو به عنوان مبنای قرار بگیره، ولی فرض بفرمایید من صدها جا رفتم، بعدم فامیل من، خود من خب مشخصه که امریکایی نیستم، فامیل من که دیگه گفته میشه که ما پریب از هزار نفر واکنشی که من رو آزار بده، آسیب بزنه، رنجم بده نشون نمیدن. درست مثل منی که بخوام اسم یک امریکایی رو یا یه اسمی رو که نشنیدم بخوام تلفظ کنم نتونم، ولی اینکه سبب نمیشه طرف مقابل به هم بریزه. حالا به من بفرمایید بعدم شما دوتا چرا هر دو شما رو فرزند پنجمید، معلومه بچه نمیخواید، ایشون هم همینطور. حالا من بگید اصلا برای چی لطف که تلفن کردید؟ من مشکل اصلیم آقای دکتر اینه که من خودم مدت طولانی همیشه وسواس فکری دارم، یعنی وسواس فکری که اصلا یه مدتی بود که تو دوران نوجوانی به بیماری های مختلف بود و از سن 25 سالگی، نه ببخشید 20 سالگی، تبدیل شد که به یه وسواس فکری یه جور دیگه ای. که بعد به من قرص، یعنی دکتر روانپزشک رفتم قرص تجویز کردن، یه مدت خیلی طولانی سرشانین و سیتالوپرام خوردم و الان نزدیک تقریبا میشه گفت 3 ماهه که من آروم آروم ترک کردم، چون احساس کردم که من دیگه زیادی کمک نمی کنه. و این دورانی که ما در کالیفرنیا بودیم، ما با پدر مادر ایشون زندگی کردیم یه 6 ماهی رو، و این 6 ماه خیلی درگیری ایجاد شد بین من و پدر مادر ایشون. من میدونم که شاید مثلا خب بین هر درگیری یه طرف مقصره و یه طرف دیگه هم خب 100%، یعنی دو طرف ببخشید مقصرن، یه طرف نیست. نه معلوم نیست، نه خیلی از وقت یه طرف هست عزیزی که سعی آغاز نکنم من تو خیابون میرم یه جوری خوبش بگم، نه آخه معنی آخه واقع بینانه نیست. از من نه تنها صدها اختلاف دیدم که یک طرف عامل اصلی و اساسیه، من طلاق دیدم که 100% یه نفر موجب بشه یا میخواد جدا بشه و دیگری نه. حالا اون اصلا بحث نیست، ولی خب شما از اونجا اومدید اینجا با پدر مادر ایشون زندگی کردید، خب از نظر مالی اینا چرا نمیتونستید جدا باشید یا چرا نخواستید جدا باشید؟ به خاطر اینکه ما اول خب فکر کردیم که یه مدت کوتاه 1 ماهه و بعد از 1 ماه من خیلی زود تونستم یه کار خیلی پارت تایم پیدا کنم و
ولی بازم با این حال نمیتونستیم اجاره خونه رو بدیم و منتظر بودیم که حالا شاید یه اینترویوی مثلا یه جایی به ما جواب بدن که ما بتونیم اونجا مهاجرت کنیم توی یه حالت دیگه برای ایشون که بره برای رزیدنسی. و تو این دورانی که من اونجا بودم من تقریبا میشه گفت 3 ماه با پدر مادر ایشون خیلی بحث کردیم، یعنی دعوا شد اصلا بین ما. و هنوزم که هنوزه وقتی ایشون با پدر مادرش صحبت میکنه من حالم خیلی بد میشه، در صورتی که ما الان اصلا کلا از اونجا 2-3 ماهه که اومدیم نیویورک، ولی نمیتونم تحمل کنم این حال. مثلا ایشون وقتی با پدر مادرش صحبت میکنه یا ازشون حتی حرف میزنه به قول خودش، یعنی میگه من حتی اسمشونم میارم تو حالت بد میشه. خب شما دوتا چرا آخه ازم نصب کنید، شما دوتا چرا تبدیل شدید یا به موجوداتی که در 2-3 سالگی موندن یا در بزرگسالی مسائلی دارن و دنبال آزار و آسیب خودشون هستن که شما حالا که رفتید اونجا ایشون درباره پدر مادر حرفی بزنن، پدر و مادر رو خوب یا بد، خدا یا نمیدونم گناهکار شیطان بدونن، برای شما چه فرقی میکنه؟ ببینید عزیز، ما قراره اذیت بشیم، آسیب ببینیم از این چیزی که مستقیم نه تنها به ما به هر کسی دیگه آسیب میزنه. من یه سوزن تو دست شما کنم، تو دست هر کسی کنم دردش بیاد، ولی من یه سوزن دستم گرفتم شما که نمیتونید بگید همونقدر که تو سوزن دستت میگیری من ناراحت میشم از که تو بدن من فرو کردی. آخه دنیا رو که ما نمیتونیم در ذهنمون اینگونه بسازیم. و شما دوتا اولا نمیدونم ازدواجتون درست بوده یا نه، نمیدونم زندگیتون در اروپا بوده، بعد برای چی در اروپا خیلی بهتر بوده آقای دکتر؟ خیلی خب برای شما، من مطمئنم آخه شما اونجا بودید، شما اونجا کار میکرده و پاشدید آمدید اینجا به این امید که حالا در 40 سالگیشون دنبال رزیدنسی برن و به این راحتی ها راه برای جوانایی که حتی 30 سالشون هم نشده و هم اینجا بودن هم به این راحتی ها پیدا نمیشونن برخی از رشته ها. بعد حالا برفرض که شد با نمیدونم عزیز، بعدم بچه نمیخواید داشته باشید، هر دوتاتون نشون دهنده این است که یه مقدار آسیب سنگین و شدید خوردید و دنبالش برای حلش نرفتید که حالا بتونید از اون خلاص بشید. یعنی من در 3 سالگی پام شکسته، در 7 سالگی دستم شکسته، نمیدونم در 11 سالگی چشمم آسیب دیده، درستش نکردم، حالا با دست و پا و چشم آسیب دیده دارم زندگی میکنم. فرض من برای اینه که خب این اینجوریه دیگه، اینجوری شده، خب شده که شده. ما قراره در کودکی بمونیم؟ مگر قراره ایشون نگاه کنم میرن در 12 سالگیشون بچه ها تو مدرسه باشون چه میکردن که حالا در 40 سالگی به عنوان یه پزشک که هیچ کدوم از اون کارا به هیچ شکل و فرم و صورتی اتفاق نمیافته ایشون خودش اذیت کنه، اون یادآور اون ایام باشه؟ یا شما که آمدید اینجا که اشتباه بوده زندگی با اونا، حالا برای من تعجب آوره دو تا آدمی که کار میکنن و تحصیل کرده هستن، یکی پزشک هست و یکی دیگه هم تخصصی داره و تو اروپا بودن، بعد بیان اینجا پول 6 ماه اجاره خونه نداشته باشن. از نظر من این یه چیز یعنی نامعقولی بوده ما اومدنمون به آمریکا. نه اصلا اومدن تو بعد اصلا نه آخه شما اصلا میخواید بگید 6 ماه فرض کنید 15000 دلار 12000 دلار پول دادن اجاره محل 2000 دلاری نداشتید؟ 20000 مثلا داشتیم، یه پس اندازی بود خب، ولی اون پس انداز که فقط تو 6 ماه رفت، چون چیزی نیست توی آمریکا اونم برای دادن یه اجاره خونه، چون دیگه شما پا میشید میاد امریکا، همسرت اونجا ای بسا 10 سال دارن کار میکنن، 20000 دلار فقط پس انداز شماست یا دارایی شماست؟ نه نمیدونم. حالا به هر حال خب ایشون چرا اینقدر دیر به اونجا رسیدن؟ در 36-37 سالگی چرا رسیدن؟ چون قبلش توی آمریکا یه لیسانس دیدن بیولوژی گرفته بودن، بعد 31 سالگی تصمیم گرفتن که بیان اروپا اونجا پزشکی بخونن. پزشکیشون تو آلمان خوندن یا جای دیگه خوندن؟ آلمان خوندن. حالا داشتم بهتون میگفتم که در حال حاضر مشکل اصلی من اینه که من اول که احساس میکنم دارم واقعا دچار افسردگی میشم، چون هرچی دورتر میرم میبینم که به اون چیزایی که میخوام خودم نمیرسم، یعنی دارم همش یه جوری تلاش میکنم که ایشون به اون چیزی که خودش میخواد برسه و اونم اون گرفتن رزیدنسیشونه. و مثلا اگه بخوام درس بخونم
سنت خیلی بالاست برای درس خوندن. الان اصلا تو نمیتونی درس بخونی، ما باید الان کار کنیم. یعنی چیزی که من میخواستم همیشه یه کاری رو که دوست داشتم انجام بدم بهش برسم، الان به خاطر ایشون نمیتونم. تو هم به قول ایشون وضع مالیمون خوب نیست اینجا، همین که اول باید ایشون به اون چیزی که خودشون چی دوست شما چی میخواستید یا میخواید بخونید عزیز؟ من خیلی دوست داشتم مثلا میتونستم سایکولوژی بخونم، روانشناسی بخونم، اصلا کلا دوست داشتم که دوست دارم که درس بخونم، ادامه بدم. یعنی این یه چیزی که احساس میکنم همه باید، یعنی این وظیفه حق همه است، نه باید متخصص باشه فقط الان به ایشون که ایشون به اون چیزی که یعنی شده برای من دارن مثل پدر مادر که الان نمیشه. یعنی نه نه متوجهم. آخه شما به نظر میسه هیچ وقت کاراتون واقع بینانه و خیلی عاقلانه نبوده عزیز، و بعدم الان شما با توجه من نمیدونم رابطه احساسی عاطفی و جنسیتون چطوره، ولی اگه بچه نباشه که خب این زندگی خیلی پادر هوا میتونه باشه. یعنی شما میگین که توی این زندگی باید بچه هم باشه؟ من راجع به زندگی شما صحبت نمی کنم، مطالعات نشون میده. دو تا میگم خب بله دیگه، دو تا قلابی که زندگی زناشویی میگم داره که بچه هست که رابطه جنسی، این دوتا مهمترین اصل. بله بقیه شوخ آدم ها خیلی زود متوجه میشن که متفاوتن. مثل فرض کنید یکی، حالا نمیخوام چیز کنم، یکی بوته گندمه، یکی درخت سیب یا چنار. شباهتی آدم ها با گذشت زمان در دنیا امروز که تغییر کنم پیدا نمیکنن، اگر عوامل نباشه که اونا رو در یه مسیری شبیه ماننده هم کنه و به هم نزدیک بکنه که خب به هم میرسن. و شما نمیدونم با توجه به فاصله هایی که داشتی تو شرایط بدم، شما خودتون زمینه میفرمایید استراب و وسواس دارید، معلومه اون طرفش افسردگیه، بعدم کنارش بدون تردید خشم است و عصبانیت. ایشون به هر حال یک دوران سختی رو گذرونده، وارد دانشکده پزشکی در یک کشور خارجی شده با تلاش بسیار، بالاخره در 36 سالگی مدرکش رو گرفته، ولی خب هنوز کار نکرده، راهی امریکا شدن برای اینکه بتونن اینجا پزشک باشن. هنوز سالهای بسیاری جلوه هر دوتونه، ولی مشهور برای اینکه تصمیم های مقدار واقع بینانه و عاقلانه باشه. اگر فرض کنید دو سه سالی یک بگذره و ایشون نتونند یه جایی رو بگیرند که با توجه به شرایط سالمه که من باید چیکار کنم؟ من نمیدونم شما باید چی کار کنید، من نمیدونم شما دوتا میخواید چی کار کنید. آخه این داستان این که در آلمان یه نگاهی که به من یه عده‌ای میکنن من خارجم، خب خارجی باشم، شما با اونا نگاه کنید فکر کنید اروپایی هست سفید بی تعمل، میدونید؟ آخه این که من برخی از اوقات دیدم دوستان خجالت میکشن از اینکه انگلیسیشون خوب نیست، گفتم اگر راست میگن یکی از اینا یه شعر حافظ برای ما بخونن ما ببینیم این امریکایی‌ها فارسیشون چطوره. خب من انگلیسی بلد نیستم، اونا فارسی بلد نیستن. یعنی اینقدر ماجرا رو در یه مقایسه و مسابقه گذاشتن و بعد اینکه من چرا، من انتظار دارم مردم در چارچوب قواعد با من رفتار کنن، ولی نه اینکه بیان به من یک امتیازی بدن و یا یه جایگاه خاصی رو قائل باشن. چرا؟ وقتی آدم مثلا به این عادت کنه که من عادیم، متوسطم، باید مانند دیگران باشم، خب آروم میگیرن دیگه. ولی وقتی من بگم نه من رو باید متفاوت بدونید، بعد خب اونا متفاوت میدونن، ولی من چون متعلق به اون کشور نیستم این متفاوت خوب نیست، متفاوت بده، بعد اذیت بشم از اون. میدونید این تضادها. بعدم خب قرار است آدم تو این زمینا کار بکنه. من اگر زخمایی دارم، شکستگیایی دارم، خونریزیای روانی دارم، باید برم جلوشو بگیرم، نه اینکه با اونها زندگی کنم. من نمیتونم تجربه فرض کنید دبستانم رو که با من چه میکردن در بزرگ سالیم مبنایی برای انتخاب غلط، حال بد، تصمیم نادرست و اینا قرار بدم. آخه اینا که درست نیست عزیز. ما قرار بتونیم خب در محیط کارشون هم همیشه به این به من متذکر میشد که اینجام الان هم همینه. الان هم مثلا نرسایی که کار میکنن با من بدرفتاری میکنن و منو به عنوان پزشک نمیشناسن. یعنی چی؟ ایشون اینگونه برداشت میکنه برای نرسا بدرفتاری؟ اصلا چه هم... اصلا فرض کنید که ایشون نرسن، بنابراین نرسای دیگه به عنوان همکارانشون با ایشون خوب رفتار نمیکنن. اون نکن
میدونید یک کمی عرض کردم، اشکال کار در اینه که ما یه میل ناآگاه و آگاهی داریم که میخوایم متفاوت و استثنایی باشیم، وقتی هم میگن بسیار خوب ولی بقیه هم توی چیزای دیگه استثنا هستن به اون بر میخوره. من آدمایی رو دیدم که صراحتن به من گفتم مثلا مادر من رو خیلی دوست داره، ولی وقتی میبینم یه مادری پسرش هم دوست داره من حرص میخورم، فکر کنم اون رو نباید دوست داشته باشه، من رو دوست داشته باشه. میدونید این گرفتاری ذهنی است که داریم دیگه و اذیت میشیم. همسر شما اومده اینو مطرح کرده، مثلا چه اهمیت داره من چجوری نگاه میکنم؟ مگر فرض بفرمایید که یک رئیسی که کارمندا برای که کار سخت است و مشکله همه از دستش ناراحتند و شاکیند و تنهایی گیرش بیارن ای بسا کتک مفصلی هم بزننش، در ریاست چه میکنه؟ این که من بخوام در عین حال محبوبم باشم برای من دست بزنم اصلا چه ضرورتی و چه اهمیتی داره؟ علت که این رو عرض کنم، من اصلا شاید موضوع مسئله شما این نیست، ولی با توجه به آنچه که به من فرمودید خیلی فکر نمی کنم اوضاع رو به درستی ارزیابی کنید، یا اگر مسائل و مشکلاتی هست که میشه رفعش کرد، گفتم اگر یک شکستگی یا خون ریزی با جلوش رو گرفت، خب به نظر میرسه نگرفتید دیگه و الان هم گرفتید، بعدم تصمیمتون، خب نمیخوام بگم، اگر با من آشنا باشید، من وقتی کسی همیشه عرض کردم دلایل فراوانی داریم، همه گونه، از ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی و روانی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی و مذهبی و خانوادگی. آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. خب شما اولا تصمیم گرفتید بچه دار نشید، خب زندگیتون در هوا خواهد بود، برای که اون عامل وصل کننده است. من یه دلیلی که دارم اینه که احساس میکنم این وسط اون بچه که بیاد، یعنی همیشه تجسم که میکنم خیلی دلم براش میسوده، برای اینکه چرا؟ اون وسط یه بچه رو میبینم که داره نگاه میکنه بین من و اون شخص و خانواده اون شخص، که من بعضی وقت احساس میکنم نمیتونم حتی تو ذهنم الان دیگه تحمل کنم، چون بعد از این درگیری که تو این مدتی که اونجا بودم شد، یه جوری خیلی برام تراما شد موندن. نه، درگیری با کی شد؟ با هم دعوا کردیم 3-4 بار با خانوادهشون. ده آخه خانوادهشون رو برای چی وارد کرد؟ آخه از وقتی من چرا باید برم یه جایی که مثلا فرض کنید هوا سرده، لباس ندارم بلرزم؟ شما بی خود کردی رفتید خونه ایشون یا خونه پدر مادرشون مثلا، و بعدم با اولین احساس تفاوت باید میرفتید بیرون. این تصمیم هم گرفتم ولی نتونستم بیام بیرون. خب تصمیم گرفتم که دوباره برگردم آلمان. برحال عزیز، خیلی متاسفم از بیان این حرف، ولی من خیلی همه چیز رو غیر واقعی یا تصمیم و غیر عاقلانه و بعد شرایط به هم ریخته میبینم برای دو تا آدم تحصیل کرده که هیچ عیب و ایرادی هم ندارند، یکی حتی پزشک متخصص در 40 سالگی که عالیه، بعد این گونه سرگردان مالا به اینجا سرگردانمون کرده. خب عزیز من، به منم اگر پاشم برم الان تو بیابون شب جا برای خوابیدن ندارم، باید رو زمین بخوابم، وقتی نمیتونم بگم اینجا سخت، من برای چه زمین مانم تو بیابون؟ چون تمام حرفشون اینه که مردم آمریکا نایسن، تا حدودی من سوالم از ایشون همیشه اینه که نایس بودن آدم ها که به آدم پول نمیده. خب معلومه حالا که پول نهارم آخه، نه من متوجهم اونقدر اهمیت نهارم. خب بنابراین تمام کسانی که برها در امریکا هستند و ایو و ایرادی دارن چی عزیز؟ تمام کسانی که ای بسا اصلا به یه نژاد دیگه، گروه دیگه، ظاهر متفاوت دارن، امکانات کم دارن، پول ندارن، لباس ندارن. عزیز این ببینید، ایشون توی ذهنیت رقابتی خاصی است و بعد یه کمک یه روانشناس باید که اصلا برخی از این چیزا اصلا اهمیت نداره، که اصلا چجوری با رفتار میکنه. تو بسیار از اوقات وقتی آدم رو، من همیشه عرض کردم، ما تو زندگی وقتی از پا در میاییم که مردم ما را بالاتر و بهتر و برتر از اون چیزی میدونن که هستیم. زندگی را کسانی بردن که مردم اونا را کمتر و پایینتر و ناچیزتر از اون چیزی که هستن میدونن. راحت و آسوده.
شما بیان برگردن بگن خونش وقتی وارد میشی مثل دسته گل هست و برق میزنه و 10 جور غذا درست میکنه و گل و بو و موسیقی و مواظب است و چنین و چنان، شما هر وقت مهمون دارید عزا میگیرید، در حالی که برگردن بگن یک کسی میره خونش خیلی راحت، اهمیت هم نمیده، چیزی هم درست نکرده، تلفن میکنه برامون پیتزا بیاره، وقتی هم پیتزایی میاد به بهانه دستشویی میره دستشویی که مهمونا پول رو بدن، خلاص میشید دیگه. بدون این گرفتاری وقتی پیدا میشه که ما رو خوب و بالاتر و برتر بدونن. بنابراین آدم باید یه کوششی بکنه بره یه جایی که هیچ کس نباشه، هیچی نباشه، به نظر کمتر از اون چیز بیاد که هست. ولی ایشون این چیزا از بچگی تو وجودش هست، برایش معلومه بر میخوره و برایش مهمه و این کار دست تو میده عزیز. برای که من همیشه عرض کردم روزی که منتظرید مردم برای شما دست بزنن وسط دستای مردم له میشید. ده. روزی که دلتون میخواد از این دیوار برید بالا، آخر کار هرچی بیشتر بالا برید پایین افتادنش بدتره. مثلا چه اهمیتی داره؟ گفتم من یه زمانی است که الان باید چی کار کنم تو این شرایط، اصلا نمیدونم. منم نمیدونم عزیز. من ببینید، من عرضم خیلی خیلی روشن. عرض من این است که شما دو نفر یه نگاهی به دنیا دارید که واقعی نیست، یه نگاهی به جایگاه خودتون و دیگران دارید که خیلی واقعی نیست و بنابراین اذیت میشه. یعنی مثل این مونی که من با $2 پاشم برم توی یه رستوران شیک بخوام به چیزی بخورم، هیچ چیز $2 اون رو ندارم، بنابراین بی خودی اومدم اینجا. در حالی که اگر برم دم یکی از این فست فودا با $1 میتونم یه ساندویچ بکنم، گرسنگی برم رفت. من دلم میخواد مطالب رو آقای دکترم بشنون، نه اینکه چیز توش هست، یه نگاه مجدد میخواد عزیز، یه تفسیر و تعبیر تازه‌ای میخواد از زندگی. برای که این راهی که آمدید دو تا مسئله داره، هم خودتون به هم میریزید، هم از 45 و اینا که بگذارید افسردگی میندازد. برای که این رو همچه هست که شما سیدی افسردگی من رو بشنوید. عرض من این است که وقتی خیلی واقعی نگاه نمیکنه، اول بحران میانسالیه، یه دفعه متوجه میشیم همه راه رو اشتباه آمدیم. بعد از بحران میانسالی که خودش دوره کوتاه افسردگی مثلا چند ماه یک ساله است، پشتش افسردگی بعدی یه سال بعد سرکلش پیدا میشه، دیگه چروکیده میشیم، دیگه مچاله میشیم و دیگه حالا خیلی نمیشه براش کاری کرد. من اصلا خوشحال نیستم از آنچه که میشنوم. یعنی من حال شما دوتا رو میبینم، دوتا آدم تشنه، گرسنه، لباس نامناسب، هوای سرد، دارید میلرزید، گرسنه، تشنه، فقط به صرف اینکه تصمیم گرفتید بیاید وسط بیابون. خب نه، من اگه به من باشه که من کاملا با شما موافقم، ولی خب ایشون خیلی دوست داره در آمریکا باشه. یعنی از نظر من اینجا یه کشوریه که فقط برای یه قشر خیلی خاصه مثل ایران. حالا اونا بحثای دیگر است، داریم مهم تناسب شماست با اینجا عزیز، با توجه به گذشتتون، با توجه به آنچه که هر دو خاندی تو میدانی تو جایگاهی که دارید. نه تناسب ایشون هم برای اینجا خوبه، پدرشون اینجا بودن، مادر خانوادهشون اینجا بودن. آخه اونا آخه عزم ایشون درس کارشون مسئله اصلیشون. برای آدم ها در بزرگسالی دو چیزی که مهمه، که مجموعه رابطه هاشه، یکی شغل و کارش. این مجموعه رابطه از رابطه های اجتماعی گرفته تا نمیدونم محیط کار و خانواده و فامیل و دوستان و رابطه زناشویی و حتی رابطه جنسی و این مجموعه دو تا ستون بزرگسالی ما که سقف رو میشه روش گذاشت، یکی شغل و کارمونه، یکی رابطه است به طور کلی و عام در همه زمینه و احوال. خب من هر دو تا رو میبینم به هم ریخته است، یعنی حتی با محیط اجتماعی مثلا است. به هر حال عزیز من فکر کنم حرفا رو نزدیم و الان میشه دوره هم یعنی دوره یه موضوع بیخودی چرخیدن. شما را جوش فکر کنید، اگر ایشون خواستن اون رو هم بشنوه. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. پیشنهاد من این است که شما یه خانم یا آقای روانشناس خوبی رو پیدا کنید، مثلا این 5 ساعت 10 ساعتی آزاد باهاش صحبت کنید، چون به نظر من نظر رو باید عوض کرد. عینکی که به چشمتون هست عینکی نیست که واقعیت جهان رو نشون بده، اون عینک اون لنز باید عوض بشه و الا گرفتاریست. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی، منم همینطور خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدارتون.